با سلام مجدد، باز هم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیو های ما. لطفاً چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیو های جدید و جالب ما را از دست ندهید. سخنگوی دوستم: حکومت به تعهداتش در توافقنامه سیاسی عمل نکرده است. سخنگوی آقای دوستم تاکید دارد که شورای امنیت ملی شمار نگهبانان آقای دوستم را که مربوط قطعه رجال برجسته می شدن نیز کاهش داده است. سخنگوی مارشال عبدالرشید دوستم می گوید که بر بنیاد توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت جدید قرار بود هزاران تن از نظامیانی که در کنار آقای دوستم هستند شامل نهادهای امنیتی شوند، اما تا اکنون حکومت این کار را انجام نداده است. از سوی هم احسان نیرو، سخنگوی آقای دوستم، تاکید دارد که شورای امنیت ملی شمار نگهبانان آقای دوستم را که مربوط قطعه رجال برجسته می شدند نیز کاهش داده است. مارشال عبدالرشید دوستم 180 نگهبان رسمی از قطعه رجال برجسته دارد و 20 نظامی دیگر از ارتش برای او تامین امنیت می کنند. آقای نیرو گفت در تفاهمنامه سیاسی هر دو تیم چنین مورد ذکر شده که حضور نیروهای امنیتی و تشکیل معاونت اول مربوط مارشال صاحب دوستم می شود. بر بنیاد بخشی از اطلاعاتی که شورای امنیتی ملی با تلو نیوز در میان گذاشته است، مارشال دوستم تا 200 نگهبان، گلبدین حکمتیار 180 نگهبان، محمد محقق 150 نگهبان، کریم خلیلی 125 نگهبان، عبدالرب رسول سیاف بیش از 100 نگهبان از قطع رجال برجسته دارند. اما این نهاد رقم نگهبانان جنگ افزارها و وسایت نظامی احمد زیا مسعود، محمد یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، سید حامد گیلانی و ذبیح الله مجددی را که در نامه رئیس جمهور از کاهش نگهبانانشان شکایت کردند مشخص نمی سازد. رحمت الله اندر، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی، گفت اگر اینها می خواهند که نگهبانان شخصی بیشتر داشته باشند، می توانند از معاونیت تصدی عامه به مصرف شخصی خودشان بگیرند. در این میان رئیس دفتر آقای محقق کاهش نگهبانان آقای محقق را غیر عملی و خطرناک می داند. غلام قادر سکندری رئیس دفتر محمد محقق بیان داشت گرفتن 100 یا 80 محافظ از وزارت داخله و پرداخت معاش آنها به صورت ماهوار از امکانات استاد محقق نیست. شورای امنیت ملی پیش از این گفته بود که هزینه یک سال تامین امنیت رجال برجسته تا 4 میلیارد افغانی می شود. عارف رحمانی عضو مجلس نمایندگان بیان داشت حکومت باید اولویت بندی بکنند. یک تعداد افراد هستند که در درجه خطر بالا هستند. در سوی دیگر در روزهای پسین صدها تن از نظامیانی که چندین سال در قطعه رجال برجسته وظیفه کرده بودند ادعا کردند که به گونه تبعیض‌آمیز برکنار شدند، اما شورای امنیت ملی این ادعا را نمیپذیرد. این در حالی است که خبرگزاری جمهور در یک مقاله چنین نگاشته است: تهدید و ترور خبرنگاران، مرگ آزادی در مسلخ سی صلح. وقتی به نام صلح تروریسم توجیه می شود و به نام مبارزه با اخبار نادرست آزادی بیان محدود می گردد، خبرنگاران که تمام ابزارشان قلم و کاغذ و دوربین است مجبور اند صحنه را به نفع تروریست ها، طالب ها، اقتدارگرایان، دیکتاتورهای نوظهور و جاه‌طلب های ضد آزادی ترک کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است تنها در دو ماه گذشته 37 مورد تهدید علیه جان خبرنگاران در وزارت اطلاعات و فرهنگ به ثبت رسیده است. عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، با بیان این مطلب افزوده که برخی از تهدیدات به کمک نهادهای امنیتی رفع شده و برخی زیر پوشش امنیتی است. شیوای شرق همچنین گفته است که برای کاهش تهدید شماری از خبرنگاران به جاهای امن منتقل شدند. به گفته او شماری از خبرنگاران به مسئولان این وزارت گفتند که به دلیل تهدیدهای امنیتی چاره جز ترک کشور ندارند، اما او آمار دقیق در این باره ارائه نکرد.
در کنار خبرنگاران شماره از فعالان مدنی نیز به دلیل تهدیدهای جدی امنیت افغانستان را ترک کردند. این در حالی است که افغانستان همساله رکوردهای تازه ای را در زمینه مرگ خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و مدنی بر جای می‌گذارد. در سال گذشته میلادی وضعیت بدتر شد، زیرا متأثر از مصالحه آمریکا و طالبان، ترور هدفمند خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به شدت افزایش یافت. در سال جدید میلادی هم نخستین مرگ یک خبرنگار در افغانستان ثبت شد، رویدادی که نشان می‌دهد شرایط تا چه اندازه وخیم و رقت انگیز است. در چنین شرایط تقریبا هیچ حمایت مسئولانه از خبرنگاران به عمل نمی آید. دولت یا به شدت درگیر مشکلات و بحران‌های امنیتی بزرگتر است و توان مقابله با تهدیدهای موجود علیه خبرنگاران را ندارد و یا آزادی بیان و امنیت جانی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای دیگر برایش اولویت چندانی ندارد. ناامید کننده تر این که افرادی که به اتهام دست داشتن در ترور خبرنگاران بازداشت می شوند هرگز محاکمه نمی شوند. درست مانند برخوردی که با دیگر متهمان ترورهای بزرگ، انفجارهای عظیم و حملات خونین تروریستی صورت می گیرد. به عنوان نمونه در یک مورد دادستانی کل مدعی شد که قاتلان خبرنگار یک شبکه تلویزیونی خصوصی در قندهار به اعدام محکوم شدند. اما سفارت آمریکا با تکذیب این ادعا گفت که آنها هرگز محاکمه نشدند. این تنها مورد در این زمینه نیست و پرونده های قطور زیاد در قفسه های پلیس، دادستانی ها و دادگاه ها خاک می خورد و هیچ کس حاضر نیست به آن رسیدگی کند. این در حالی است که خبرنگاران برای آزادی و جمهوریت مبارزه می کنند. آنها با به خطر انداختن جان خود در خطرناکترین کشور جهان برای روزنامه نگاران بیش از هر نیروی دیگری در این مسیر هزینه می دهند و ایثارگری می کنند. تا اکنون ده ها خبرنگار در طول 20 سال گذشته کشته شدند. بنابراین شایسته نیست که آنان به نام صلح با طالبان گوشت دم توپ شوند و به عنوان بخشی از یک معامله ناعادلانه قربانی گردند. تهدید و ترور این روزها علیه خبرنگاران جریان دارد. به سادگی با زمان جنگ های داخلی و سلطه طالبان قابل مقایسه است. بر این اساس آنها از بیچارگی و حراس مجبور می شوند دست به فرار بزنند و از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی کنند. شماری از آنان ممکن است از مهلک جان بدر ببرند، اما گروه بزرگتری به دلیل مشکلات مالی و انگهای ایدولوژیک و برچسب های امنیتی قادر به کسب پناهندگی هم نشوند. دوستان عزیز، سپاس از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر و مطالب دیگر چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا ویدیو و مطالب بعدی بتونید